قسمت پنجم، اولین حادثه. بله، سقوط صخره که از سراشیبی کوههای غروب سرازیر شده بود، پنج قهرمان رو کاملا به تعجب واداشته بود. اگرچه در حال حاضر خطر ظاهرا رفع شده بود، ولی ممکن بود که هر آن دوباره سر گرفته بشه. والتر، ارل، گاملوتی و اسکامبل درست نمی دیدن و از گرد و خاکی که در گلو و بینیشون رفته بود سخت به سرفه و عطسه افتاده بودن. اما فریاد کمک خواهی گلاکن خیلی زود اونها رو جمع و جور کرد و به خود آورد. والتر، اسکامبل، زود خودتون رو برسونید، تنابم بیارید. در حالی که کورما جلو می رفتن و همچنان از ریزش کوه وحشت داشتن، به هیکل قولاسای کراسلابر برخوردن که بیهوش روی جاده باریک افتاده بود و در کنار او گلاکن به پایین دره نگاه کرد. او گفت نگران کراسلابر نباشین، سیلکی رو نجات بدیم، زود تناب بدیم به من. و وقتی که اونها پایین رو نگاه کردن، فهمیدن چرا در این مدت گلاکن تناب رو محکم به دور سینه‌اش بسته بود. بله، با او گفت آروم منو بدین پایین. بقیه همدیگر رو گرفتن تا وزن اونو تحمل کنن و بدین ترتیب گلاکن از جایی که شیب تندی داشت پایین داده شد. همینطور که کم کم به سیلکی نزدیک میشد، صدا زد محکم بگیر سیلکی. میشد وحشت رو در چشمان سیلکی همچنان که به اون درخت کوچیک چسبیده بود دید. چند سنگی از پرتگاه پایین افتاد و درخت قدری بیشتر به سوی دره متمایل شد. گلاکن حالا به اون نزدیک شده بود، دستاشو به طرف اون دراز کرد. آروم آروم، کمی دیگه، یک کمی دیگه. آها، و یک مرتبه بازوهای اونو گرفت و در همون حال درخت از دیواره پرتگاه کنده شد. اون بالا در جاده والتر، اسکامبل و گاملوتی می کشیدند و عرق می ریختند، اما مثل اینکه پایانی در کار نبود. اونا در مقابل صخره‌های فروریخته‌ای که جاده باریک رو پوشونده بود، تناب رو به دور بازوان خیش پیچیدن و یکدیگر رو گرفتن. اونا به محض اینکه گلاکن سیلکی رو گرفت، از کشش تناب متوجه شدن و حالا میبایست وضع دو نفر رو تحمل کنن. حالا ما رو بکشین بالا، بکشین. اما با کمال وحشت فهمیدن که نمیتونن تناب رو بکشن. پایین فرستادن گلاکن یه چیز بود و بالا کشیدن اون و سیلکی با هم یه چیز دیگه. هرچی بیشتر سعی میکردن خسته تر میشدن و تناب به آرومی از دستشون لیز میخورد. برای گلاکن و سیلکی این تجربه یک کابوس بود. والتر داد زد تو رو خدا بکشید، ولی فایده ای نداشت. باقی مانده تناب در دستاشون کم کم لیز میخورد و پایین میرفت. ناگهان پای والتر روی صخره سر خورد و به طرف جلو افتاد. اسکامبل و گاملوتی احساس کردن که تناب دستای تاول زده شون رو می سوزونه. بله، همینطور که مایوسانه سعی داشتن تناب رو محکم نگه دارن، درد و عرق چشمشون رو تار کرده. ناگهان سایه عظیم در برابرشون ظاهر شد و دو دست بزرگ پایین آمد تا تناب رو بگیره و اون رو محکم نگه داره. چون تاری چشمشون برطرف شد، مردی قول پیکر رو در برابر خودشون دیدن. بله، هنوز خون از چهره و بازوان کراسلابر بیرون میزد. با این حال زخمای خودش از یاد برده بود و برای نجات گلاکن و سیلکی اومده بود. آرام آرام شروع به کشیدن کرد و سپس همه ی قدرت خودش رو به کار برد و اونها رو به کنار جاده آورد و بعد اونها رو به محل امنی کشوند. خب بله، پس از این واقعه وحشتناک، والتر و پنج قهرمان همگی دچار ضربه‌ای سخت شده بودند. گلاکن و سیلکی خوشبختانه صدمه‌ای ندیده بودند، ولی گاملوتی نگران کراسلابرد بود. کراسلابرد گرچه بسیار قوی بود، ولی کوششی که برای بالا کشیدن دو قهرمان کرده بود به کلی نیروی او رو تحلیل برده بود. خانم گاملوتی آهسته گفت والتر، من هر کاری میتونستم برای جلوگیری از خونریزی کردم، ولی بی نتیجه بود. چی کار میتونیم بکنیم؟ والتر جواب داد اینو امتحان کن، و مرهم قارچی رو که اون روز کرلی گرین به اونها داده بود به گاملوتی داد. گاملوتی ماده سفید رنگ رو بویی کرد و گفت چقدر کثیفه، این فقط ممکن تولید عفونت کنه، چیز دیگه ای نداری؟ و
من قول میدم که همین چیز کثیف هر چیزی رو فوراً خوب کنه. امتحان کن. کراستابر بازم ضعیف‌تر شده بود. به سختی نفس میکشید و خون زیادی از اون رفته بود. گاملوتی لحظه‌ای مکث کرد و سپس در حالی که بقیه با دلواپسی به اون نگاه میکردن انگشت خودش رو به درون مرهم قارچ برد و ورقه زخیم از اون رو روی زخم‌های عمیق صورت و بازوان کراستابر مالید. چند لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد. کراستابرت همچنان ضعیف و رنگ پریده بود، ولی بعد مثل اینکه جادو شده باشه در برابر چشمان آنها رنگ چهره کراستابرت برگشت و زخمهای زشتی که تا چند لحظه پیش دیده میشد یک بار از بین رفت. گاملوتی فریاد زد: باور نمی کنم. والتر جواب داد: ولی من باور می کنم. من قبلا اثر اونو دیده بودم و امیدوارم این باعث بشه که همتون بفهمین پنج قهرمان قدیمی اینقدرام که شما فکر میکنین احمق نیستن. و بدین ترتیب پنج قهرمان از خطر اولی سفرشون رهایی یافتن. و اون روز بعد از ظهر در حالی که خورشید میتابید اونها وارد دره کوچک و مرموز شدن. صخره‌ها به رنگ خاکستری تیره بود. تنها نشانه زندگی مارمولک‌هایی بودند که در آفتاب خودشون رو گرم می‌کردند و هیچ توجهی به حضور اونها نداشتند. سیلکی گفت: عجب جایی ترسناکیه. امیدوارم زیاد اینجا نمونیم. والتر جواب داد: نه، نمی‌مونیم. چون ما الان میریم زیر زمین و به دنبال نگاه خیره او دهانه‌ای رو در کنار کوه روبرو دیدن. اونجا یک غار بود. والتر با شمعی روشن در دست جلو افتاد و به درون تاریکی رفت. بقیه هم به دنبال اون به راه افتادن. هیچ وقتی رو تلف نکردن. گلاکن که پشت همه می اومد دست خودش رو به دیوار غار گرفت که نیفته. ولی دیوار سرد و مرطوب باعث شد که او بلرزه و در لابلای لباس خودش جمع بشه. غار همینطور پایین و پایین تر می رفت. مثل این بود که اونها به مرکز زمین نزدیک می شن. صدای کشیدن پاها روی زمین، خشخش لباس‌ها، نفس زدن‌هایی که در اثر لیز خوردن یکی یا دست زدن بی‌اراده دیگری به دیوارهای سرد چنگه می‌شد، فضای ترسناکی رو به وجود آورده بود. اونا نمی‌دونستن که چه مدت در غار راه می‌رن. حتماً چند ساعتی می‌گذشت و در این مدت اونا خیلی سردشون شده بود. بله، اونا برای یک استراحت کوتاه مکث کردن. هیچ صدایی جز قطرات منظم آب که در غار منعکس می شد نمی شنیدن و این باعث ترسشون می شد. ولی عاقبت والتر در مقابل جایی که ظاهراً مثل اتاقی بزرگ در صخره بود ایستاد و گفت: خب رسیدیم. و سپس توجه اونها رو به دایره سنگ های بزرگ که روی دیوار ساخته شده بود جلب کرد. ما سالها پیش اینها رو اینجا نگه داشتیم تا راه ورودی رو ببندیم. حالا بیاین کمک کنیم اونها رو برداریم. با وجود کراستابر مدتی طول نکشید که صخره ها برداشته شد و همچنان که اونها مشغول کار بودند پرتوی از نور از شکاف صخره ها به درون غار تابید. عاقبت راه باز شد و اونها هوای گرم بیرون رو احساس کردند. با شوق رسیدن به نور آفتاب یکی یکی بیرون رفتند. هر کدوم از اونها چشمانشون رو چندین بار باز و بسته کردن تا اینکه چشماشون به نور عادت کرد و سپس با ناباوری همچنان خیره ماندن. هیچ گونه حیاتی در اونجا دیده نمی شد و هیچ حرکتی جز گرمای سوزان در هوا به چشم نمی خورد.